Ozod ordulona bargızor ohat şu. Prezidenti Cumhuri Dejistan dar maçisi fantanavi başıda bakın ki baroy dar doyrey kanistitsa ve konvoya maykanında barpona şudani in varaka isesi taloşkınan tutan sporiş medyan ki baroy dar sakti balan bir taşkili şaffo ve masalahoy daron barası şamandar baror ve barışlı otçun. Monitoringo in abladeni na sa procesin pravet. Avalin ki nozirole ki dar hazoy از اون کمیسیون انتخاباتی خب اشتراک می‌کنن برای آنها یک میز علاهیده و یک جای انتخاب کنند که اونها همون راند انتخاب را آزاد نظارت کرده بتوانند. دویم که در پهلوی نظیران شخصانی در هر یک حوزه انتخاباتی مثلا در چه حوزه انتخاباتی در چه یک حوزه انتخاباتی که در جمهوری در شهر نمای جمهوری مثلا می‌شود در هر یک حوزه این پیشنهاد ما است یک با شکل مشورتچی در پهلوی نوزیران یک شخص مشورتچی باید باشد. ضرورت این همان است که وقتی که مردم، پیران، سالان، زنهای خانشین، شخصان بیمار و دیگر شخصان که وارد به حوزه انتخاباتی می شوند بعضی آنها بعضی سوال ها دارند و فهمی ها دارند. خب اونا از اون شخصان اعضای حوزه کمیسیون انتخاباتی می پرسند. خب پوشیدن نیست که البته در اعضایان کمیسیون اعضای انتخاباتی هم آدم هستند و اونا را کسی هم التماس نکرده است و کسی سپرش هم نداده است. لیکن بعضا وقت همین حالت ها رخ میدهد که آنها معافیت ها و غرض های شخصی خود استفاده میکنند اما درست نشان نمیتونند که اون شخص چقدر آواز بیتید. ساتورنی چای سنترال کمیسی پوی نماینده کامل حقوقی رئیس جمهور در مجلس نمایندگان مجلس ملی محترم جمعه خان دولتوف و معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات در رابطه با شرایط برابر برای احزاب سیاسی گفتگوهای انجام دادند و همچنان استادان دانشگاه هم در رابطه با این موضوع ها دخل کردند ولی امروز ما شرایط برای احزاب سیاسی یکگونه نیست. اگر مثال میخواهید حتی در صحبت اخیری که شیر محمد شایان رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات برای کرسی داشت از طریق تلویزیون های دولتی نام دو هیچ قصدن گرفته نشد، حزب سوسیال دموکراتی تویستان و حزب نهضت اسلامی تویستان و نام شش حزب دیگر رو به صراحت اعلام داشتن که در انتخابات شرکت میکنن و این دو حزب دیگر وجود ندارن. بعدا در رابطه با زید و نقیز گویی هایی که اعضای کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسید و خصوص رئیس کمیسیون و رئیس دستگاه آن در مطبوعات اعلام میدارن. ببینید در ابتدا رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رایپرسی اعلام داشتند که از 25 توصیه سازمان امنیت همکاری اروپا 18 توصیه آن قبول شد. برادران و خواهران ارجمند این 18 توصیه و اون تغییرات اضافه های جزئی هستند که در رابطه با این موضوع خوب نماینده کامل حقوق پرزیدنت هم گفته گذاشتند. ولی مسئله اساسی تقدیر اساسی انتخابات در اوچاسکو انتخاباتی حل میشود. کمیسیون مرکزی انتخابات خوب اختیار داری حوزه رو بر عهده دارد و حتی بعضی دستورهایی که در گذشته ما شاهد هستیم دستورهای کمیسیون مرکزی انتخابات رو کمیسیون حوزوی انتخابات اجرا نمیکردند. ببینید میگم که ما خوب لایحه تغییرات لوا را قبول کردیم، دو لایحه که از طرف حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بعدا لایحه از طرف حزب کمونیست که تاجیکستان پیشنهاد شد در آنجا در مورد وارد نمودن نمایندگی برابر از احزاب سیاسی تاجیکستان و قطعه های آوازدهی آماده بود، ولی چون اراده سیاسی حکومتداران ما برای برگزاری انتخابات آزاد و شفاف نمی رسید از قبول این تغییر علاوه یعنی وارد نمودن خب اعضای برابر از احزاب سیاسی خوب دست کشیدند. زایروف چند روز پیش در کویلا و غیرها بودند. ما تحملی سیاسی رعایه کردیم، کوشش میکنیم که اسد نگذرانیم، شماره اعلام نکنیم که باعث نگرانی نشود و عکس‌العمل از جانب دولت نشود. اگر پرزیدنت به واسطه مسئولش هدایت کرد به انتخابات دموکراتی، من میفهمم همچون پروفسور همچون سیاستمدار در کدام حالتها مقامات امنیتی دخالت کنند. اگر من همچون نامزد با آن حالت هایی که مانع اعلام کرست یا من کرست کامون و مقرر کرست من جانبدار این هستم استفاده برم، پس این مسئولیت امنیتی هست دخالت کند، وزارت کارهای داخلی مناسبت یک خیله کند. فقط گناه من همین است که در اون با اونها دست ندادم.
من اون روز گفتم این نماینده وزارت باید. من بسیار میخوام که کمیسیون مرکزی انتخابات رای پرسی همین گونه ملاقات های با شخصیت های حزب با مقامات های امنیتی و دارای داخلی هم گذراند. اونها گمان نکنند که فقط یک حزب و چند حزبی که سایه حزب خلق دموکراتیک آزادانه خصوص خیلی با مورید محمد علی حیدر اشاره کردند، اونها افتخار ملی دارند و برای تاجیکستان دل جگرشان میسوزند. ما دشمن هستیم یا جاسوسی خارجی؟ جای جاسوس محکمه. اگر رحمت الله ظاهیروف جاسوس ازبکستان و دستنیگر اسلام کریم باشد، جا محکمه است. اگر در مقلید من یکان گرد باشد، جای من هم محبوب است. لیکن ما برای همین حزب تأسیس داریم. حزب سوسیال دموکرات جوهرش دنیوی، خصوصیتش دموکراتی و حزب پارلمانی. ما اعتراف بکنیم که ما اپوزیسیون سیاسی، پلیتی چسکای اپوزیسیون. ما اپوزیسیون ایدئولوژی نه. ما نگفتیم که ماهیت دولت تغییر یابد یا اساسهای ساخت پنسیون دیگر شود. گناه ما همین است که موافق زمان قدم میمونیم، واقعیت تاجیکستان و مشکلات اون را درک میکنیم و راه های حل و بهبودی صفت و سطح زندگی ملت را احساس میکنیم.